همکارم الهام یزدی ها اینجا مثل همیشه همراه من شده تا نگاهی بکنیم به واکنش ها در رسانه های ورزشی. تناز، امسال هواداران استقلال فصل بسیار خوبی پشت سر گذاشتن، قهرمان شدن در لیگ برتر، اما پس از این قهرمانی فرهاد مجیدی سرمربی موفق این تیم استفاد و نگرانی ها رو واسه هوادارانش به هر حال پیش آورده بود، اما در حال حاضر یک مربی پرتغالی به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شده. واکنش ها با استاپ های بسیاری هم داشته در شبکه های اجتماعی و همچنین ادامه واکنش ها به ماجرای تیراندازی به بوکسور پیشین تیم ملی ایران رضا مرادخانی ادامه داره. به این موضوع هم نگاهی کردم، با هم ببینیم. وضعیت بلا تکلیف نیمکت آبی پوشان بعد از قهرمانی این تیم در لیگ برتر و استعفای فرهاد مجیدی بالاخره به پایان رسید و در نهایت ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی سکان هدایت این تیم رو بر عهده گرفت. ساپینتو 49 ساله قهرمانی در جام حذفی بلژیک با استاندارد لیژ و نایب قهرمانی این لیگ رو در کارنامه داره. مشخص شدن سرمربی استقلال واکنش‌های بسیاری در بین هواداران این تیم داشته. این کاربر گفته علل حساب یه سوپر جام بهمون هدیه بده تا بریم برای دبل قهرمانی آقای ساپینتو. این کاربر معتقده که اگه ساپینتو یک دستیار کارکشته و دلسوز و چند تا بازیکن خوش نقش در سطح لیگ برتر ایران داشته باشه، تیم جذاب و خوبی میتونه بسازه. برخی از کاربران هم برخی از این کاربران هم به نحوه اعتراض این مربی به داوری اشاره کردن. شبنم روحی خبرنگار ورزشی با انتشار این تصاویر که دارید پشت سر من هم میبینید نوشته ساپینتو گزینه استقلال و دراز کشیدن در زمین در اعتراض به داوری، قطعا جاش تو فوتبال ما خالیه. اما در این روزها کارنامه ساپینتو باعث نگرانی برخی هواداران استقلال هم شده بود. این کاربر با اشاره به این موضوع نوشته با توجه به نتایج 3 سال اخیر ساپینتو نگرانی یک سری از هواداران قابل درکه، اما قطعاً آرزوی همه ما موفقیت ساپینتو سرمربی جدیدمونه، ولی یادمون نره باید صبور بود، فرصت داد، حمایت کرد و در کنارش نقد منصفانه داشت. با اولین باخت نابودش نکنیم و با اولین برد مقدسش نکنیم. نگاهی هم کنیم به صفحات نخست روزنامه‌های ورزشی که اغلب به سرمربی جدید استقلال اختصاص داشته. خبر ورزشی از آخرین تضمین‌ها به ساپینتو نوشته، از جمله اینکه حسابش بسته نمیشه، اتفاقی که معمولاً به خاطر تحریم‌ها در فوتبال ایران رخ میده. این روزنامه همچنین به نقل از ساپینتو نوشته رابطه خوبی با مورینیو داره و از گواردیولا تأثیر گرفته. ایران ورزشی هم تیتر بی اعصاب جذاب رو برای ساپینتو انتخاب کرده. به نظر میرسه اگه ساپینتو هم مثل تیپ و قیافش باشه احتمالاً هواداری استقلال فصل خوبی رو سفری میکنن. و از روزنامه گل که باید بگم که نوشته تاج و تخت طلایی برای مرد پرتغالی. واکنش‌ها رو ادامه بدیم با ماجرای شلیک تیر از سوی گشت ارشاد به رضا محمدخانی ملی‌پوش سابق بوکس ایران در 8 اردیبهشت ماه در پارک پردیسان تهران. این ورزشکار در مصاحبه جدید خودش گفته مأمور گشت ارشاد بیش از 10 تیر شلیک کرده. طرز بیانشون چرا مثلا میگه کدوملی تو بده بیان مشکل اخلاقی نداری؟ خب ما برمیخوریم، ما خانواده ایم، زن و شوهر و بچه ایم، داریم میریم، چه مشکل اخلاقی داشته باشیم؟ من رفتم طرف همون آقای نظامی معذرت خواهی میکنم ازش، گفتم ببخش اگه ما تون صحبت کردیم، بلند صحبت کردم، ازت معذرت خواهی میکنم، من زن و بچه با من عذرخواهی میکنم ازتون. دیام گفت که نه، تو گول هیکلت رو خوردی، ورزشکاری، هی ملی پوش میکنی، من ورزشکار میکنی، من ادبت میکنم، من نمیدونم چی کارت میکنم، داد کرد از هم. بعد من میداشتم داد میزدم ماریا کجایی دیگه خوش شده بودش دنبال ما میگرد. بعد دیام سری تیر اول رو زد، تیر دوم خورد رو پشت من. تو ما ادعای شما اینه که حدود 10 تا تیر بیشتر. تصاویر این مصاحبه رو دیدید. این کاربر در واکنش به این مصاحبه جدید نوشته به جای احترام به ورزشکار مملکتمون بهش تیر میزنن، واقعا به چه روزی افتاده مملکت. این کاربر از مسلح بودن مأمور ارشاد انتقاد کرده و نوشته نمیدونم مأمور ارشاد رو چه به اسلحه. و نویسنده این نظر پرسیده چرا اسلحه؟ مگه ما فارسی صحبت نمی کنیم؟ نیروی انتظامی به جای اینکه با مردم گپ بزنه با تفنگ جواب میده، ما همه ایرانی هستیم. برمیگردم به تو تمیز.